انتقاد مردم غزنی از برگزاری انتخابات پارلمانی به گونه حوزه‌ای در حالی که کمیسیون مستقل انتخابات پس از اعتراضات بخش از مردم غزنی آن ولایت را به سه حوزه انتخاباتی تقسیم کرد. حالا اعضای مجلس نمایندگان غزنی و تعداد از مردم آن ولایت در واکنش به فیصله کمیسیون دست به اعتراض زدند و در مقابل دفتر ساحه‌ای کمیسیون انتخابات در غزنی خیمه تحصن برپا کردند. این اعتراض کنندگان تصمیم اخیر کمیسیون را خلاف قانون، ظالمانه و تبعیض آمیز خواندند و به حکومت هشدار می‌دهد که باید تصمیمش در مورد غزنی را تغییر دهد. اما ریشه اصلی اختلافات انتخابات غزنی در کجاست و ادامه این اختلافات سرنوشت غزنی را به کجا خواهد کشاند؟ سلام، به برنامه خط کابل خوش آمدید. من رازقیار هستم و مهمانانم برای بحث بیشتر این موضوع آقایان حمیدالله نوروز، عضو شورای ولایتی غزنی و از مخالفان تغییر سیستم انتخابات آن ولایت، و عنایت الله ناصر، فعال سیاسی غزنی و از موافقان تغییر سیستم انتخابات در غزنی با من حضور دارند. خیلی خوش آمدین مهمانان عزیز. آقای نوروز، چرا مسئله انتخابات در غزنی جنجالی شده و هر روز تعداد از مردم میان تحصن میکنن و اعتراض میکنن بالای کار در این کمیسیون؟ به نام خدا، بعد سلام خدمت شما مهمان در بحث و همه بینندگان عزیز ارجمند که همکنون ما را میبینند. علیکم سلام. ببینید، غزنی از انگوش شمار ولایت است که به عنوان یک افغانستان کوچک شمرده میشه و اقوام مختلف در اونجا زندگی میکنند و از جمله ولایت است که هیچگاه تنش های قومی سبب فروپاشی یا تفرقه در بین اقوام نشده. حالا چرا جنجال برانگیز شده مسئله انتخابات در غزنی؟ میایم سری بحث شما. ما خواستیم یک بک‌گراندی از ولایت غزنی بتیم و در آینده هم نخواهد شد. هیچ گونه تفرقه و بین اقوام ساکن در ولایت غزنی به وجود نخواهد آمد. خب، بر صورت ما در دور گذشته که 11 نفر از اعضای مجلس نمایندگان از یک قوم خاص در ولسی جرگه وارد شد، ما نگرانی های خود داشتیم و از این ناحیه بیشترین ضرر را مو قوم خاصی که 11 نفر وکیل را در شورای ملی فرستادن متحمل شدن و همچنان ولایت غزنی. بله. ما در او زمان هم خواهان ازی بودیم که چطور میتونه یک مشارکت قومی متاسفانه در افغانستانی رسم است تا ای که ما به این بنبست فائق بیاییم یک مشارکت قومی در ولسی جرگه چه در شورای ولایتی، در مجموع نهادهای انتخابی، نهادهای که حکومتی در درون حکومت نوروز محلی. بحث گذشته را بگذارین به گذشته. حالا چرا مسئله غزنی جنجال برانگیز شده؟ سر جنجالش میم تا این صحبت ها رو نکنیم، باز دو بحث وارد شده نمیتونیم. ببینید، ما مردم ولایت غزنی در مجموع چی تاجیک، چی پشتون، چی هزاره، هیچ کس علاقمندی زیر نداره که به خاطر فرستادن وکیل در پارلمان یک نوع سوی تفاهم و تفرقه بین اقوام به وجود بیاید و این حتما هم کنترل خواهد شد. حالا ما میایم سر از این بحثی که چطور در غزنی انتخابات جنجالی شدی برمیگرده با مو انتخابات قبلی و این بار ما علاقمند زی هستیم تمام مردم افغانستان که یک مشارکت. یعنی شما موافق ازی هستین که غزنی به سه حوزه تقسیم شود؟ نه، ما روی شکلش موافق نیستیم. چرا موافق نیستیم؟ علاقمند ازی هستیم که همه اقوام در پروسه های سیاسی مشارکت داشته باشه، هم پشتون ها نمایندگی خود داشته باشن، هم هزاره ها نمایندگی خود داشته باشن، هم تاجیک ها نمایندگی خود داشته باشن. پس چرا مخالف تصمیم کمیسیون مستقل انتخابات هستیم؟ اعتراض حق هر شهروند است. همون که قبلا اعتراض شد به اینکه انتخابات حوزه ای شوه و حالا مقتداد از هموطنان ما اعتراض کرده که حوزه ای نشوه. بنان دلیل ای که یک تعداد موافق به ای بودن که حوزوی شود به دلیل زیکونا نماینده نداشتن و تعداد کسایی که فعلا اعتراض دارن دلیلش است که یک نوع برخورد تبعیض‌آمیز نسبت به ولایت غزنی صورت گرفته. به چه دلیل؟ به دلیل ازی که غزنی را یک تافته جدا بافته از سایر ولایت افغانستان ساختن و فقط و فقط غزنی را حوزوی ساختن. بنابراین اگر قرار بود که حوزوی شود مطابق قانون، در قانون هم حوزوی پیش بینی شده. اما تنها در غزنی مردم خواستار سیستم حوزوی شدن، مردم اونجا دو ماه اعتراض کردن، ولایت های دیگه خواستار این بحث نبوده آقای نوروز؟ خب ببینین، ایرمی که 11 نفر وکیل از قوم خاص در وارد ولسی جرگه شد،
یگانه دلیلی شنیمیست که یک گده مردم احساس کردن که ما نماینده نداریم. بله. بنابراین با او دلیل اینمی اعتراضات در ولایت غزنی این ریشه ازی از بیرون هم هست، از خارج از ولایت غزنی هم از بیرون. منظورتان بیرون کجا است؟ بیرون از سایر ولایت افغانستان دیستندازی میشه در ولایت غزنی. به دلیل ازی که اونا خب این رسم است در افغانستان هر که شعار قومی بیته علاقمندان بیشتر پیدا میکنه، بالاخره بدون از اینکه هیچ گونه اطلاعاتی از درون ولایت غزنی داشته باشند یک تعداد شعارهای قومی رو در درون پارلمان چه در بیرون پارلمان انجام میتن که خودش سببش متضرر خود مردم ولایت غزنی میشه. ممنون آقای ناصر. ریشه اصلی اختلافات بحث انتخابات غزنی را شما در کجا میبینین؟ آقای نوروز به این باور هستند که دستان و حلقات هستند که میخوان مسئله انتخابات غزنی را قومی بسازن؟ سلام نیکل تاست د باسکر نوالتا د خورشید تلویزیون محترم دونکو ته وړاندې کوم. د اختلاف بس بی عدالتی ده او د قانون سری نقص ده، محرومیت ده او هغه څه دي چې د خلکو ژوند حوایات سره په خطر کې. څنګه راځو دې ته بس راځو؟ ګوري، غزنی له هغو ولایتونو ده چې په هغه کې مخالفین ډېر زیات پراخ حضور لري او په تېرو اتو کلونو راهیسې د غزنی وضعیت خرابېدو په حالت کې و. دلیل دا و چې غزنی په محرومیت کې و، د غزنی اکثریت خلک په محرومیت کې و. اساسي قانون در اتیایم ماده څلورم او شپږم جز په سرعت سره حکم کوي، ورکوي سي عدلانه استازیتوب باید په ټاکنو کې په ټاکنو کې رعایت شي، یعنې د افغانستان ټول خلک باید عدلانه استازیتوب ولري. شپږ دېرشم ماده ټاکنو قانون په سراحت سره ټاکنو قانون ته مسؤلیت ورکوي، کمیسیون ته مسؤلیت ورکوي چې تاسې ټاکنې حوزې په داسې ډول سره وویشئ چې هغه عدلانه استازیتوب رعایت کړي. اما هلته مشخصه ده د قانون بحث کوئ، بیا داسې ګونګ مه پرېږدئ. اوس په شپږ دېرشمه ماده کې د انتخاباتو قانون هلته وخت ټاکلی، یو سلو اتیا ورځې حداقل مخکې د دې نه چې انتخابات برگزار شي. او همدارنګه درې اتیایمه ماده کې دغه رقم چې تاسو وایئ هسې کوم بحث نشته. استا تاسې څلورم مهرباني وکړئ، تاسې تاسې څلورم جز که اساسي قانون له تاسې سره همداسې اوسي یا کېدی سي په وقفه کې دوی راوړي، په هغه کې لیکل شوي وي چې د 2019 حوزونه باید تعداد پورته نه ځي، ځکه 2019 وکیلان او شپږم به تناسب نفوذ هر حوزه حد اکثر 250 نفر می باشند. در عموما او شپږم جز که تاسې ولولئ، یا په سرعت سره وایئ چې عدلانه او سراسري استازیتوب باید تامین سي، هغه هم تاسې مهرباني وکړئ چې ولولئ، ځکه دا ماده داسې ده: حوزه های انتخابات و سایر مسایل مربوط به آن در قانون انتخابات تعیین شده. بیا غرازی شپږ دېرشمه ماده ته اشاره کوي. شپږم جز ده، شپږم جز نه پوهېږم، شپږم جز وایئ چې د ټاکنو قانون او د کمیسیون باید حوزې په داسې شکل سره تعیین کړي چې عدلانه استازیتوب او سراسري استازیتوب تامین کړي. بدبختانه مخالفین دې موضوع د اساسي قانون په دغه باندې استناد نه کوي، ځکه اساسي قانون حکم کوي چې ټاکنې تر څو پورې عدلانه او عدلانه استازیتوب برابر نه کړي، هغه ټاکنې امکان لري او د ولسواکۍ ریښې په افغانستان کې تبه کېږي. نو دې موضوع ته په کتو سره داسې د غزني خلکو د اساسي قانون د رعایت لپاره همدا اواز اوچت کړو. اوس نوروز اشاره وکړه چې قانون دا حکم ورکوي چې هغه مشخصه وخت لري د اغه ترازم، اغه بس ترازم، یو د حکومت مسؤلیت ده، یو د خلکو حق ده. بله. موږ د خلکو لادرسه خپل حق وړو، دا سی حکومت مسؤلیت نه د اجرا کړی، دا د غزنی د خلکو مشکل نه و. خغلی نه اوس وای دلته بس قومي ده، یو تی د کړی غوړی چې دغه بس قومي کی دا د دوی خپل شخصي نظر ده. هغه څه چې موږ وای د موږ بس حقوقي قانوني مشروع او قانون باندې مستند ده، د قانون له چوکاټ نه وځي. دوهم بس د غزنی خلک له تیرو دوو کلونو راهیسې هم له رئیس جمهوری سره هم له کمیسیون سره کار کوي، او حتی دا طرحه ترتیب سوې وه، کمیسیون طرحه رئیس جمهوری ته استولې وه، مګم دانش سي قومي دید ورته لري او دوی په قومي سیاست باندې باور لري. همدا اوس دوی دغه طرحه په مخالفت وکړي، یعنی یوازې ولې په هغه وخت کې قانوني برنامه لري لا پرې نه خو اکثریت قوم باید لا د استازیتوب له حق نه محروم سي، او له دوو ولسوالیو یا له دریو ولسوالیو نه باید یوه ولسوالانه تر څو د دوی قومي اجنډا په پارلمان کې ځواکمن وي. دوی په ډیرو نرمو الفاظو سره د خلکو د حق محرومیت غواړي، د خلکو محرومیت غواړي، او هغه ظالمانه فکر چې دوی لري هغه په نرمو په ډیرو ساده الفاظو سره غواړي چې په خلکو تطبیق کړي. حال داسې دی موږ بحث قانونی ده، مشروع ده، او حکومت هم بالاخره دی موږ مشروع بحث ومنه. آقای نوروز، خواسته ها اینها قانونی است؟ شما می این ظالمانه مطرح میکنین اونچه که حقوق اینها است و نمیگذارین که قوم دیگه هم در کنار قوم هزاره بیا نماینده داشته باشه در مجلس؟ ببینید، ما صحبت دو سه ماره ما ندارم که با ایشان بحث داشته باشم.
بس ما ایست که ما طرف ما در قانون انتخابات تعیین شده که حوزه های در تمام ولایت حوزه وی صورت بگیره. ما بارها گفتیم این نظر مردم ماست در مجموع ولایت غزنی که از همه اقوام باید نماینده داشته باشه. میکانیزمی که کمترین ضرر اجتماعی رو داشته باشد باید در نظر گرفته شود تا که این پیامدهای اجتماعی را در ولایت غزنی پیامدهای منفی اجتماعی را در ولایت غزنی به میان نبیاره. با او صورت میتونه خود حکومت در مجموع کمیسیون انتخابات یک میکانیزم را در نظر بگیره با کمترین هزینه اجتماعی عین خواسته های دوستای ما را عین نتایج را به میان بیاره. ما طرفدار زی هستیم و این را میخواهیم و در گذشته هم گفتیم فعلا هم میگیم کم پشتون باید نماینده داشته باشه، هم تاجیک نماینده داشته باشه، هم هزاره نماینده داشته باشه. در صورتی که تمام افغانستان حوزوی نیست ولی ولایت غزنی حوزوی میشه، یک عده مردم احساس حقارت میکنه. یک واقعیت است. ما پیشنهاد ما به حکومت، به کمیسیون انتخابات، به عنوان نماینده مردمی است که غزنی به عنوان یک افغانستان کوچک، اتحاد و همبستگی را که تاکنون حفظ کرده، اینمی مسائل زمینه ساز از این تفرقه قومی در ولایت غزنی صورت نگیره. آقای ناصر میگن آقای نوروز که شما با یک چنین خواسته بار دیگر میخواین که از سه ولسوالی 11 نماینده به مجلس بفرستین. هدف دیگه شما ندارین از اعتراض؟ خب هدف هر کس نمیفهم که آقای ناصر شاید کدام علم نجوم داشته باشه که اهداف ما را از درون ما بفهمه، ولی این واقعیت میگیم، به صراحت میگیم حکومت مکانیزمی را در نظر بگیره که با کمترین هزینه اجتماعی عین نتایجی را که برای فعلا در نظر گرفته به میان بیاره. این خواست ماست. پشتون باید نماینده داشته باشه، تاجیک نماینده داشته باشه. اما مسائل زمینه با پشتون ها که بیان نماینده داشته باشه. اجازه بدین ما چی میگن؟ میگن مناطقشان ناامن است، کسی نمیتونه اجازه بدین. ما پیشنهاد مشخص داریم. هیچ نظر شخصی خودم است. او کسایی که اعتراض کردن، من هیچ گونه تماس با اونا ندارم. چه قبلا اعتراض کردن تماس ندارم. قانون اجازه داده به ای که در تمام افغانستان، در سراسر افغانستان انتخابات به شکل حوزوی صورت بگیره. یک واقعیت است. منتها اگر قرار باشه قانون تطبیق میشه در سراسر افغانستان تطبیق شوه، یا حداقل ما پیشنهاد ما است که مثل ای که در غزنی حوزوی ساختن، حداقل 3-4 ولایت دیگر حوزوی بسازن. اجازه بدید ما یک برمیگردیم با شما. ممنون. برمیگردیم ادامه خط کابل را پس از میان برنامه کوتاه دنبال کنید. ادامه برنامه. آقای ناصر، حالا هر چی است بس حقوقیش مشکل داره. قسمی که چند لحظه پیش گفتیم، ماده 36 قانون انتخابات به صراحت میگه که حکومت حداقل 180 روز پیش باید یک چنین فیصله را بکنه. حالا حکومت و کمیسیون مستقل انتخابات در وقت این فیصله را کرده که مدت کوتاه مانده به برگزاری انتخابات. چرا کمیسیون مستقل انتخابات همچی یک فیصله را کرد که قوم‌ها را در غزنی در مقابل هم قرار دادن؟ نه، غیر قانونی بس نداره. حکومت کمیسیون خپل مکلفیت اجرا کړی ده. حکومت یو 30 ورځې مخکې مخالفت کړی. هغه د قانون مشخص وخت ټاکل شوی ترغه مخکې حکومت ته طرحه وړاندې شوې ده. مګم طرحه پر ریاست جمهوری کې بنده شوې ده. طرحه دې نه ده منلې. دا د حکومت کله چې حکومت مکلفیت اجرا نه کړي، کله چې حکومت ناقص او د خلکو حقوق تر پښو لاندې کړي، بیا باید مسؤلیت چا صلاحیت هغه د کمیسیون صلاحیت د ټاکنو د قانون پر اساس باندې صلاحیت لري. صلاحیت د ټاکنو د قانون پر اساس باندې صلاحیت لري، ولی هلته مشخصه قید ورته ټاکلی. قید یا اصولات یا ورځې، دا دوه شیان دي. یو حق ده، یو مسؤلیت ده. دا دوی مسؤلیت ده، داسې دوی مسؤلیت نه ده اجرا کړی. د عدلانه استازیتوب لپاره همدا مسؤلیت قانون ورکړی. مکلفیت قانون چیرته ورکړی؟ قانون تا ته وایي چې یو اصولات یا ورځې مخکې حوزې وټاکه. ته نه ټاکې، ته قومي اجنډا مخکې وړي، قومي بحث مخکې وړي، د خلک له محرومۍ له حقوقو نه همدا داسې ته سقوط پې ناست یې. خلک ورته وایي دا زما حق ده، زما حق راکړه.
او مسولیت په خپل وخت سره اجرا کوي قانون اجازه نه دور کړی کمیسیون قانون ورته ویل سیاسي سلطه او رزي مخکي مګم داسي کمیسیون یا حکومت مسولیت نه اجرا کوي دا مفهم دانه د خلک دی محروم سي او داسي کو حکومت په ډیرو مسایلو کې نه غواړي مسولیت اجرا کوي خپل مسولیتونه وظایف اجرا نه کوي خو خلک مکلف نه دي د خلکو د حکومت ظالمانه کړو او یا هم د قانون د نقص مسایل په ځمن تطبیق موږ د حق بحث کوو موږ له حکومت سره بحث نه کوو د قانون پر اساس د حق بحث کوو د قانون سره په مخالفت کې قانون سره دغه حق تاسو سید خلق حق لري چوم نه دی ویل چې پښتانه د غزنی کې راي نه ورکي ولې هغه څه چې اوس سوي هغه قانون سره په ټکر کې دي مطلق د قانون پر اساس دي مطلق قانوني دي ټاکنو کمیسیون باید دا یو صلاحیت او د انتخاباتو د قانون څه وي که تاسو فکر کوئ چې دغه د قانون سره په ټکر دي آیا دلته د قانون سره په ټکر کې نه دي سي دي سوال سوال سوالي خلق دي محروم پاتې او د اساسي قانون د دراتایم ماده شپږم جز دي خلق چا محروم کړي حکومت ورته ویل چې راځي هم دا نظام ده هم دا دراتایم ماده شپږم جز حکم کوي صادلانه لارې چارې ولټوي اسه د ټاکنو قانون توي سیاوزوي سیستم رامنځته کوي اسه دوی د خپل مسولیت نه اجرا کوي نو کله چې حکومت مسولیت نه اجرا کوي او د خلکو حق پکې نقص کیږي د خلکو مکلفیت او وجبه د سیاسي आवाज اوچت کی د قانون د حاکمیت لپاره د ولسواکۍ لپاره او د ازادۍ لپاره یو بس دوام بس نوروز سبوایسی یو بل لار چار باید پکې لټول سی ول اغه لار چار یعنی غیر قانوني نامشروع سپیغو کې یو سو غل راسي او پارلمان کې د پښتون د تاجک تر نامه لاندې ولار سی موږ سیستم غواړو د قانون تطبیق غواړو او هغه څه چې غزنی خلکو ادعا کړی ده او مشروع غشتنه ومنل سو د قانون پر اساس و موږ مبارزه وکړه نور ولایتونه هم باید دا کار وکړي موږ له غوښتنې مشکل نه خو موږ د غزنی په اساس توپ خبرې کوو د غزنی د محروم ولس په اساس او دا مکلفیت زغونه پر اساس اوکې نوروز شما از کسانی هستین کې مخالفت صریح دارین با فیصله کمیسیون مستقل انتخابات کمیسیون مستقل انتخابات میگه که فیصله اونها قابل تغییر نیست و با همین شیوه در غزنی انتخابات را برگزار میکنن چی میکنین و چی کرده میتونین خب ما اینطور چیزی را که پیشتر من میخوام به ادامه صحبت قبلی و دوست ما که اشاره کردن که انتخابات سراسری باشه از لحاظ حقوقی و در زمین در قانون آمده که حوزه‌ای باشه قابل قبول است در قانون صراحت داره که باید انتخابات سراسری باشه و در زمین حوزه‌ای باشه ای باشه در سراسر افغانستان شما میفهمید که 50% خاک افغانستان اصلا انتخابات نمیشه یک واقعیت است پس سراسری بودنش یعنی از اینجا قابل نقص است و در پولوش حوزه‌ای بودنش اگر حوزه‌ای قرار شوه ما گفتیم مخالفت با حوزه‌ای بودن هیچ کس نداره و این حوزه‌ای بودن تنها در ولایت غزنی نباید تطبیق شود خب حالا تطبیق میکنه کمیسیون مستقل انتخابات میگه که اونها فیصلشون را تغییر نمیتن شما با عنوان نماینده مردم غزنی چی میکنین؟ ببینید ما پیشنهاد ما اینمی است ما خدای نخواسته شاهد بحران‌های بسیار کلان خود بودیم در ولایت غزنی مثلا چه بحرانه بحران تظاهرات ادامه پیدا میکند دروازه کمیسیون دوباره مسدود خواهد شد انتخابات ممکن است برگزار نشود این خودش یک بحران بسیار کلان است خب اون زمان مسئول کی است مسئول کمیسیون انتخابات است کمیسیون انتخابات یک راهی که بتونه همه مردم ولایت غزنی روی او توافق بکنه یک راه میانه را در نظر بگیره نه اینکه یک طرف راضی باشه یک طرف ناراضی باشه ما پیشنهاد ما مشخصا اینمی است که کمیسیون انتخابات یک راهی را در نظر بگیره که عین نتایجی را که در حوزه بودن به میان میاد عین نتایج را برای ولایت غزنی به میان بیاره میتونه که خود اینمی حوزه شدن خلاف قانون است همونی که پیش بینی شده که 180 روز قبل باید حوزه ها تعیین شود و پا گذاشتن روی قانون است بنان میتونه که یک راه غیر قانونی را در نظر بگیره که کمترین هزینه اجتماعی را در ولایت غزنی به میان قسمی که قانون پیش بینی کرده و اشاره کرده شما چند لحظه پیش گفتین درست است انتخابات باید سراسری برگزار شود ولی هیچ کس مانع از این نشده که مردم غزنی بیان در انتخابات اشتراک بکنن حالا وقت سه ولسوالی میتونه 11 نماینده بفرستد چرا ولسوالی های دیگر نمیتونن نماینده بفرستن چرا این ولسوالی ها ناامن است و چرا مردمی که حالا آمدن دروازه کمیسیون را برای دو ماه بستن چرا اینها علیه طالبان اقدام نمیکنن که حق اساسیشان برشان داده شود گوری بس پدی که ندسی دی غزنی خلق گردون کهی بتاکنی که نکی بس قانونی ده مشروع قانونی ده نوروسی بم شروع کرد قانون صریحا حکم کرده سی تاکنی باید حوزه ویسی او حوزه ویسی د کې ګورې تاسو خلک زکه زکه قانون ولی حکم کوي قانون ولی حکم کوي زمونږ ته خاصه وخت ټاکلای شي ګوره قانون جامع ده د افغانستان شرایطو ته په کتو سره د قومي جوړښتو ته په کتو سره غواړي سي ولسواکۍ په افغانستان کې ځواکمنه کړي دا بس د غزنی خلک هیڅ مشکل نه لري ورسره بس دا داسې د حکومت مکلفیت ده
د حکومت ظالمانه برخوردونه دي همداده د غزنی خلق خپل حق غواړي قانون تطبیق غواړي موږ بحث تر قانون نه پورته نه دي قانون تطبیق ده داسې حکومت د قانون له تطبیق نه سرغړونه وکړه او یو سلسله قومي مسایلو باندې دوی لاس پورې کو د غزنی خلق مجبور ستحسن وکړي یعنی له مدني اړخه له مدني حقوقو په استفادې سره حد اکثر فشار واچول حد اکثر فشار موږ جلسې وکړي موږ میټینګونه وکړو موږ خپل پیشنهادونه وړاندیزونه ورته وړاندې کو چا هیڅ اواز اوچتنه ولی د غزنی خلک د طالبانو په وړاندې نه درېږي اوس طالبان هغه تروریستي ډله ده چې د دونه اساسي حقونه اخیستي دوی نه پرېږدي چې ټاکنو ته لاړ شي 2014 کال ټاکنې به تاسو ته در یادي پښتانه یو وکیل نه درلوسته حال دا چې په غزنی کې اکثریت نفوذ د دوی ده ولی د طالبانو په وړاندې اقدام نه کوي ګور بس سیاسي او امنیتي ځان ته بس ده هغه د افغانستان یو ملي بس ده او هغه د غزنی له خلکو له سلایټ نه پورته بس ده بس دلته قانوني ده د قانون پر اساس ده او قانون حکم کوي سي او زوی ټاکنې باید رامنځته حکومت له دې مکلفیت نه ځان لري بس یو بس دوم بس کوم دوی مطرح کړی ده اوس وکیلان چې کوم اعتراض کوي د دوی له طرف پیشنهاد راغی پښتنو ته او همدغو خلکو ته سیمول په غیر قانوني ډول سره یو څلور نفر تاسو را کامیاب کو ورته ویل چې غیر قانوني ډول سره مکه کامیاب وي اصل په موږ لطف مهرباني مکه وي اصل سیستم تطبیقي قانون تطبیقي ترسو د غزنی خلک ور او اهل کسان پارلمان ته کامیاب کی نه هغه ټوپک سالاران ستاس په باور لري اصل او هغه د غزنی خلک اساس ټوپک دان ډیر زیات مننه آقای نوروز میخوایم در مورد حرفای آقای ناصر هم پاسخ شب بدین در کنار این راه حل مشکل غزنی حالا چی است یک تعداد میخوان به شکل حوزه‌ای برگزار شود یک تعداد میان ماده قانون انتخابات را استنباط میکنن و میگن که باید به سیستم حوزه‌ای نباشه همانند ولایت‌های دیگر انتخابات برگزار شود در این میان بالاخره کمیسیون حکومت چی باید بکنه ببینین ما اصل برای ما به عنوان نماینده مردم منافع کل مردم ولایت غزنی است بر ما فرق نمیکنه تاجیک پشتون هزاره ما بحث زیر نداریم که پشتون چقدر نماینده داشته باشه هزاره چقدر نماینده داشته باشه تاجیک نده اصل منافع کل مردم ولایت غزنی است که در اونجا همه اقوام در اونجا شریک هستن ما بیشتر نگران مردم ولایت غزنی هستیم تا اینکه کی وکیل میشه با ما هیچ ربطی نداره کی وکیل پارلمان میشه کی نمیشه این گپ است که مردم ولایت غزنی به می عقیده هستن حالا من سر از اینکه دوست ما اشاره کردن به اینکه قانون حکم کرده و دولت هم مکلفیت داره ما کاملا باورمند بیستیم که دولت مکلف است که بیای امنیت مردم تامین بکنه تا مردم بیان در انتخابات اشتراک بکنه ما به این باور هستیم که قانون انتخابات گفته که در ولایات باید حوزوی انتخابات به شکل حوزوی صورت بگیره این کاملا مسائل قانونی است و این مراحل خود داره بله حالا اگر به شکل حوزه‌ای برگزار شود انتخابات در غزنی شما اشتراک میکنین در انتخابات شما اجازه بدین هنوز فرصت تمام است هنوز زود است روز جواب دادن بسیار زود است که ما بگوییم که اشتراک میکنین نمیکنین ما نمایندگی از خود قسمت کرده میتونم از سایر مردم از سایر مردم ما نمایندگی کرده نمیدونیم کونا میخواین اشتراک بکنین میخواین نکنین این فیصله خود مردم خود بود فرصت تمام است آقای نوروز اشتراک میکنین یا نه ببینید ما تا یک راهی بیرون رفتی که بتانه رضایت تمام اقوام در ولایت غزنی به میان نبیاره ممکن در ولایت غزنی اصلا انتخابات برگزار آقای ناصر فشرده بگوین اگر تغییر به میان بیا یک بار دیگر کمیسیون بخواه به شکل سراسری یک حوزه بساز غزنی را اون زمان چی میکنین؟ خیلی فشرده در 20 سال مطلقا پروسه بنده ای منه لکه تیرس په دوه میاشتو په غزنی کې به ټاکنې ترسره کیږي نه او هغه څه چې د خلکو حق دغه به ترسره کیږي نه خپل رایه ورکوو او نه بل څوک ورته خیلی سپاسګزارم مهمانان عزیز از حضورتان در برنامه کنونی خط کابل و تشکر از همراهی شما همچنان تا بعد خدا نگهدار